Wee! <laughs> زنان حسین زمزمه برپا کنید ماه محرم شده یاری زهرا کنید بانی بزم ازا مادر او فاطمه است آمد قامت کمان خوب تماشا کنید نازک و نخار را می در باب ما امر کند هر که را گمشده پیدا کن با عرض سلام و ماندن باشید خدمت یکایک یک بینندگان تلویزیون جهانی هادی امیدوار استم که در این شبها و روزها ازاداری ها، سی ها و نوحسر های شما مقبول درگاه حق باشد و امید دارم که خداوند متعال ما را یاری کنه که در این شبها و روزهای محرم درک درستی از قیام ابا عبدالله الحسین داشته باشیم تا خدمت شما هستیم با برنامه خودتان برنامه به وقت بیداری با موضوع زمینه ها و عوامل قیام ابا عبدالله الحسین خب همطور که میدانید در خدمت شما هستیم و کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حسینی ساجدی که در رابطه با این موضوع در برنامه قبل صحبت کرد ما از شما دعوت کردیم که در این استودیوی برنامه به وقتی بیداری حضور داشته باشد و دوباره در این رابطه گپ بزنیم خوش آمدید میگم به ایشان و از ایشان میخوام که یک سلام و پرسی که شما دوستای عزیز داشته باشن تا برنامه را شروع کنیم بسیار بسیار خوش آمدین با دوستای یک سلام و پرسی داشته باشین تا برنامه را شروع بسم الله الرحمن الرحیم اللهم عجل لولی یک الفرج السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین ارزه سلام و ادب و تسلیت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و شما شنوندگان و بینندگان با کرامت عزاداران حضرت سید و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام در این شب دوم محرم شبی که فردای امشب ابی عبدالله الحسین علیه السلام و, و یارانش وارد سرزمین کربلا شدند خدمت شما جناب آقای عزیز و همکاران زحمتکش شما عرض تسلیت داریم عرض سلام و ادب ان شاء که در حالا خور که نمیشه گفت در خورشند اندازه توان خود ما مباحثی رو تقدیم بینندگان بکنیم انشالله بله ما بله. انشاءالله مطرح کنیم سوال در رابطه با زمین ها و عوامل قیام ابو عبدالله گفت میشه بدون این که ما نگاهی داشته باشیم به عوامل قیام در رابطه با قیام صحبت کنیم این امکان داره؟ یکی از مسائلی که بسیار مهم هست در عرصه دینی ما حتی حضرت سامن الحجج علیه السلام با آن اشارت داره بحث تفکر بله. تفکر در دین ما بعضی از روایات داریم که یک ساعت تفکر برابر است با ساعت روزها و سالها عبادت, عبادت. بله. ما زمانی میتونیم به اصل و کنه و حقیقت آشورا برسیم که همون رقم که شما عنوان کردین زمینه های این قیام را مورد توجه قرار بدیم بله عوامل این قیام را مورد توجه قرار بده دو تا دلیل میشه جناب های مشتبه عزیز بلد. و شما بینندگان با کرامت دو تا دلیل میتونه بر ما یک مجبور ما بکنه و مورد دقت ما قرار بده که ما به عوامل توجه مهم. بکنیم به زمینه های وقوع این حادثه عظیم توجه بکنیم یکیش اینه که ما عبرت بگیریم مهم. ما زمانی میتونیم از حوادثی شبیه جریان آشورا جلوگیری بکنیم که عوامل را بفهمیم چی عواملی باعث شد این اتفاقات بیفته حالا حالا جلوگیری گفته یکی خب اصل قضایایی که مربوط به ابی عبدالله حسین میشه چه عواملی با میشه ما هم مانند ابی عبدالله اقدام بکنیم بله. و یکی هم جریاناتی که مربوط به جبهه مخالف میشه و میدانداری که علا ظاهر اونها کردند من همیشه یک نکته ایره آیه مشتبایی عزیز در این شب دوم محرم محضر بینندگان شب عزیزم شب اول محرم شب اول حالا بنا روایت شب دوم دو نظر بالاخره حالا شب اول مجموعه گرفتن بسیار خوب شب اول ببینید یک یک موردی خدمت بینندگان با کرامت بیان بکنم و خدمت شما حقیقتا یاران ابی عبدالله من از شما میپرسم آیا واقعا منحصر به 72 نفر بود یعنی دیگه شیعه ای نبود قطعا شیعه زیاد بوده شیعه بودن بله که مسلمان ها زیاد نامه بودن. نام های بسیار بسیاری بسیار بله ما در دیشب هم بله. همین مطلب را بیان کردیم که حداقل کف 16 هزار نامه یا 12 هزار یا 20 هزار نامه به محضر عبی عبدالله تقدیم شد بله و یک سوال را از بینندگان شما و بینندگان این تلویزیون ارزشی مطرح بکنه چی شد فقط هفتاد و دو نفر بیاری عبی عبدالله آمدن بقیه کجا بوده؟ بنا مثلا ما باید این عوامل را بررسی بکنیم تا از تکرار تنها گذاشتن ولی خدا جلو گیری کنیم یک وظیفه خود عبی عبدالله حسین علیه السلام و سلام داره او که سراسر نوره او بنا. که حرکت کرد حتی شب و آشورا به یاران خود فرمود که من بیعت از شما برمیدارم و شما آزادید بیعت برمیدارم خیلی حرف عمیقیه یعنی حتی مشکلی نیست برید برید به هر سمت و سویی که حرکت میکنید یعنی من گرانتی میکنم حتی بهشت را به شما برید اینقدر روح با کرامتی داره حضرت ابو عبدالله الحسین اما یک طرف یاران حضرت چرا میان هزاران نفر حالا اگر نگه میلیون ها نفر هزاران نفر چرا هفتاد و دو نفر فقط مانده این دلیل ها و این عواملی که, که تقسیم بندی میشه مثلا هفتاد و دو نفر انتخاب میشه که, که همراه امام حسین باشه باید دلیل هاش هم سنجیده بشه باید سعی کنیم که, که چرا،, چرا, که, از بین اون همه نامه که, که به امام حسین فرستاده شد فقط دو دو, نفر ما همین رو میگیم میگیم به همین خاطر عوامل باید بررسی بشه ممکنه ما در این برنامه و حتی صدها برنامه دیگه نرسیم به کل قضایای آشورا ما لا یدرک کله لا یترک کله اگر همه رو نمیشه گرفت یک بخشش رو میشه اشاره کرد یک نکته پس نکته اول در اینکه که ما عبرت بگیریم از قضیه آشورا واقعا جای عبرت گیری است اونی که مربوط به ما میشه اما نکته دومم این این زنجیره ای که در میان حوادث تاریخی به وجود می آید حتی ما بعضی از روایات داریم که اگر حادثه کربلا و شهادت حسین ابن علی علیه السلام اتفاق نمی و خون سید و در کنار اون همه زیبایی که داشت آن امام عاشقان پور بتول سر و آزادی ز بستان رسول بر زمین کربلا بارید و رفت لالت در ویرانه ها کاری دوره اینا 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 به قول مرحوم اقبال خیلی زیبا باید. اما یک نگاه دیگه اگر ما بکنیم اگر یه اتفاق نمی افتاد و خون سید و شهدا علیه السلام به زمین ریخته نمی شد و مردم قطر عبد عبدالله را می, ش... می فهمیدن و حکومت کوفه اه... به زعامت حضرت ابو عبدالله تشکیل می شد ممکن بود این محرومیت هایی که الان مسلمان ها دارند را نمیداشتن. پس لازم است که به خاطر این حلقه های زنجیری به هم پیوسته با. تاریخ ما عوامل را مورد بررسی قرار بدیم تا از وقوع مجدد او در بخش های جلوگیری کنیم و در قسمت های از وقوع او تشدید بکنیم بنابر ایثارگری ها و اما شهادت حضرت جلوگیری بله بسیار بسیار ممنون یک میان برنامه آماده کرد هم دوستای ما یک م... میان برنامه رسای کنیم باز میین ادامه بحث خواهیم داشت دوستای عزیز یک میان برنامه ببینیم باز پس میین فرارسیدنی ایامی آشورای حسینی و نهزت و قیام عبا عبدالله و حسین علیه السلام را خدمت همه مسلمانان جهان به ویژه شیعیان جهان و خصوصا شیعیان افغانستان تسلیت عرض می دارم. علت قیام امام حسین را علیه السلام را خود ایشان زیباتر و جامعتر در روایات برای ما نقل فرمودند که فرمودند ایشان که من برای اصلاح امت جد محمد صلی الله علیه و آله و سلم و برپایی امر به معروف و نهی از منکر قیام نمودم که خیلی زیباتر با قیام آخر زمان قیام آقا امام زمان علیه السلام ارتباط برقرار میکنه این موضوع اون موقع دورانی بوده که یک تعداد مسلمان نما در رست قرار گرفته بوده و خاصه فرمسال نام اسلام را امثال یزید اینا خاصن فرمسال و بیاین نام اسلام رو بیاین پایین در صورت که وقتی امام حسین علیه السلام آمد وقتی که میگه حیات من نزله ما, ما زیر بار ذلت نمیریم یعنی این صحبت یک شخص نیست این صحبت فرمسال تمام اسلام که اسلام هیچگاه زیر سلطه فرمسال ظالم نمیره و نماز و برپا کردن نماز برای فرمسال همه مسلمین واجب و یک امر خیلی مهم است که باز هم طرف بحث مهمی که خود حضرت اشاره کرده که ما فرمسال به خاطر اصلاح عمر دقیقا اشاره شده که ما برای اصلاح این کار قیام کردیم قیام امام حسین ایلی و انگیزه قیام, ای قیام, امام حسین فقط احیای دین اسلام و زنده نگه داشتن اسلام و اسلام بوده خودم هدف شخصی مرام شخصی نداشته چون امام حسین حرکتش فقط حرکتی سمبولیک نبوده حرکت شرکت خدایی بود دلیل و علت قیامی امام حسین یکی خوب بود یزید ابن ماویه خود را امیر زمان یا امیر مؤمنین یا ناجی خود امت مسلم، مسلمین می دانست و ظرفیت و جایگاه و بینیشی که حضرت امام نسبت به شناخت یزید ابن ماویه داشت ایشان شایسته امارت اسلامی نبود که با نمایندگی از جهان اسلام امارت بکنه با مدلیل حضرت امام بیعت با ایشان را نپذیرفت و رفت در سرزمین غریب دست به قیام زد و دلیل عمده قیام هم زنده نگه داشتن راه و مکتب نبوی یا مکتب حضرت رسول خدا بود بسیار بسیار تشکر می کنم از همکاران خوب ما که این گزارش مردمی را آماده کرده و امیدوار هستم که بینندگان عزیز از گزارش و این برنامه بسیار لذت برده باشین خب دوستای عزیز با موضوع برنامه زمینه ها و عوامل قیام عبدالله حسین در خدمت شما و کارشناس محترم برنامه حاش آقای حسینی ساجدی هستیم حسین. خب حاش در قبل از میان بر ما یک مسئله رو مطرح کردیم در رابطه با این سوالی که مطرح شد که ما بدون نگاه به عوامل قیام ما میتونیم در رابطه با قیام گپ بزنیم شما یک مسئله رو مطرح کردیم که عبرت گرفتن که ما عبرت بگیریم این برای ما سوال ایجاد شد که ما چرا عبرت بگیریم عبرت بگیریم که در برابر ظلم مثل ابو عبدالله الحسین ساکت نشینیم قیام کنیم یا عبرت بگیریم که باید یک رقم رفتار کنیم یک کردار ما رفتار ما گفتار ما یک رقمی باشه که این اتفاق ها ایجاد نشه و آیا ما میتونیم این کار انجام بدیم یا خیر جالب آیا مشتبه حالا حتما برای شما بارها اتفاق افتاده دقت کردین در مجلس سید و علیه سات و سلامی نشینین دو سه تا مده ممکنه پشت سر هم یک روزه رو تکرار بخونه و بر شما تکرار نیست و بر هم مثلا روزه ایودا هر دفعه یک گریه تازه داره بله عجیبه عجیب کربلا اینه به هر قسمت او که نگاه میشه میشه زوایای مختلف برای عبرتگیری برای درس برای پند مورد دقت قرار بده مثلا یکی از مطالبی که خوب مورد بررسی قرار بگیره این خیلی نکته جالبی رو شما مطرح کردین آقا ما اصل قضایاره حالا جدا از شخص حضرت عبا عبدالله الحسین مهم. اونایی که همراه بودند با عبی عبدالله او هم یک مورد بررسی قرار بده چه مهم. عواملی باعث شد اینا همراه حضرت بمانند و الا بعد از های شهادت حضرت عبا عبدالله الحسین جریان توابین شکل گرفت. خب من من که چی؟ چی با درد میخوره؟ چه؟ آیا تانستن دوباره امام حسین علیه السلام را زنده واقعا یک سوال است در اون او موقع دانا. کجا بودن تقنیم. کجا بودند؟ یکی از عبرت ها همینه که باز رو بحث عوامل که دقت بکنیم میتونیم این عبرت را بگیریم که آقا اگر ما بودیم چی میکردیم پس بیم بررسی بکنیم کنهایی که ماندن چی کردن عواملی که یاران ابی عبدالله الحسین کنار حضرت این حادثه عظیم را به وقوع ایجاد کردن چی بود که اگر ما هم مگه نمیگیم که یا ابو عبدالله یا لیت کن نامعک ف افوز فوزن عظیما ما یک نکته بگم بسیار بحث بحث عمیقیه یک نکته بگم یکی از عواملی که باعث شد هفتاد و دو نفر بمانند و یکی از عواملی که باعث شد دیگران نمانند امروز و فردا کردند فرمود یا ابازر چه تعبیر لطیفی پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم داره یا ابازر ایاک و تسویف به عملک و این نکلست به غدن ابازر نشه امروز و فردا بکنی بینندگان عزیز کسانی که در قذایای کربلا عقب ماندن گفت رفتم که خار از پاکشم محمل نهان شد از نظر یک لحظه غافل گشتم و صد سال را هم دور شد کاسه چه کنم چه کنم به دست گرفتن حتی در تاریخ آمده بعضی از اینها آمدن به حضرت گفتند که یبنه رسول الله اجازه میدین ما بریم زمین های خود را آب بدیم برگردیم رفتند و به سرعتم برگشتند و اما کاروان رفته و من مانده به هم چه کنم یعنی واقعا یک عبرت بر ما خصوصا در روته با یاری رساندن با حسین زمان وجود اقدس بقیت الله العظم روحی لالفدا آی مشتبایی ما خیلی وقتا در رابطه با یاری رساندن به امام زمان ان قلت و قلت داریم کاسه چه کنم چه کنم به دست میگیره از جریان کربلا میگم عجیب این حادثه از جریان کربلا میشه یک نکته عظیم را به دست آورد و اون نکته اینم شمرده شمرده میگم در قلب بینندگان با کرامت شمرده شمرده حک شوه ما مولود 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 لحظه ها هستیم لحظه ها لذا لحظه را از دست بدیم جایی رفتیم که عرب نی نی انداخت پشیمون میشیم چه مشکلاتی داشت حکومت که باید شد که امام حسین قیام کنه نمیتونست که مثلا مثل زمانی که در دوره معاویه بود باز هم سکوت اختیار کنه ابو عبدالله ام، یک بخشش رو ما دیشب اشاره کردیم یک بخشش اشاره شد که جریانات حکومت عموی ها وقتی که شکل و صورت گرفت خب یک سلسله حوادث عجیب و غریبی اتفاق افتاد اگر یادتان باشه ما در جلسه گذشته گفتیم که میشه از بعضی از جملات عبی عبدالله الحسین علیه السلام هم عوامل قیام خصوصا در رابطه با همین سوالی که شما مطرح کردیره دید و پیدا کرد مثلا یک جمله از ابی عبدالله الحسین محضر شما و بینندگان و با کرامت تقدیم کنم فرمود مگر نمی بینید که به حق عمل نمی شود مگر نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل جلوگیری نمی شود اگر برای تغییر این وضعیت مؤمن مشتاق دیدار پروردگارش باشد ببینید اگر برای تغییر این وضعیت یعنی حکومت به حق عمل نمی کنه، اگر برای تغییر این وضعیت مؤمن مشتاق دیدار خدایش باشد یعنی خود را فدا بکند شایسته است لازه یک سال مطرح میشه که آقا مگه قرآن نفرمود ولا تلقو به ایدیکم الى قرآن فرمود عمدن خودتان را به کشتن ندید من. چرا بی عبدالله الحسین عمدن رفت طبق بسیاری از روایات که در منابع شیعه و سنی نقل شده ابی عبدالله از جریان شهادت خودش با خبر بود خبردار بود خب خبردار بود چرا حرکت کرد رفت به سمت چنین جریانی مم. حتی وقتی که در مسیری که به کربلا نزدیک شد کلمه انا لله و انا الیه جمله انا لله و انا الیه را تکرار میکرد علی اکبر سلام الله علیه آمد محضر بابا آیا ما به سمت مرگ حرکت میکنیم فرمود آری عرض کرد بابا جان ما بر حقیم فرمود قطعا بر حقیم علی اکبر عرض کرد بابا پس از مرگ حراسی نیست خب چرا به سمت مرگ حرکت کردن؟ یک دلیلش همین بود که این حرکت به سمت مرگ فریادی است که در مقابل ظلم باید ایستاد شد لذا فریاد ابی عبدالله اینه که خطاهای رژیم را وقتی که با پند و موعظه نمیشه گرفت باید با مبارزه در مقابلش ایستاد شد که همون جریان امر به معروف و نهی از منکره در اصطلاح سیاسی بهش میگن اصلاحات اجتماعی همون امر به معروفی که در تعابیر خودش حضرت فرمود بدانین من از مدینه حرکت نکردم به خاطر دنیا طلبی من از مدینه حرکت نکردم به خاطر هوا و هوس بلکه من از مدینه حرکت کردم و این قیام را به پا داشتم لطلب الاصلاح لامت جدی به خاطر که اتفاقاتی داره در امت جد من میفته حالا این اتفاقاتی که آی مشتبه عزیز ابی عبدالله الحسین علیه السلام اشاره میکنه به دو بخش داره ممکنه نمودار پیدا بکنه هر دو بخشش را ابی عبدالله در جملات پرنور خودشان اشاره میکنه یکی اتفاقاتی که نسبت به سهلنگاری های خود مسلمان ها و بی توجهی های خود مسلمان هاست و بی خیالی های اینها، که این ها عادت کردند در جلسه قبل گفتیم حتی گردن در مقابل ظلم قرار می دادن می گفتن بزن و یکی هم در مقابل زاربی که این جنایات را داره صورت میده و جریاناتی که توسط حکومت وقت صورت می گیره که ما این اشاره خواهیم کرد حالا شاید شما سوال دیگری داشته باشین اما اشاره میکنیم که مثلا مثل چی؟ چه اتفاقاتی در زمان به حکومت رسیدن بنی امیه رخ داد که کار را به جایی رسان که آرام 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 دیگه صبر ابی عبدالله تمام میشه صبر ایمانی و صبر دینی و حرکت میکنه به سمت قیام خب از خب بسیار بسیار تشکر از صحبت های بسیار مقبولتان دوست عزیز امیدوار که تا اینجای برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه همکارای ما یک کلیپ آماده کردن همراه همسایی میکنیم باز دوباره پس میاییم ادامه بحث خواهیم داشت کاروان از راه رسید و صدای بانگ جرس در نینوا پیچید فراد خورشید و القمه سخت گریست و کیستان که سلام کاروان را پاسخ گوید جز نیزه ها و شمشیرها کاروان از راه رسید و بزم کوفیان آغاز شد چه نیک به استقبال کاروانیان آمدند و چه خوب رسم مهمان نوازی را به جا آوردند مهمانی که خود فراخوانده بودند کاروان از راه رسید و قیامتی پیش پایش برپا شد کربلا طاقت از کف داده بود گوشگیری این خاک یک پارچه فریاد بود که یا حسین بازگرد اینجا نمان این سرزمین قتلگاه کاروان توست بازگرد یا حسین اینجا نمان این مردم نامرد تو را نمی شناسند رسمشان بی است و پیششان عهد شکنی با تو همان خواهد کرد که روزگاری با پدرت علی علیه السلام کردند بازگرد مولا اینجا دستان عباس تو را میخواهند و قامت رعنای علی اکبرت را اینجا سیل سیلی و تاراج و تازیانه بیداد می کند اینجا آتش در انتظار خیمه های توست بازگرد حسین جان بازگرد من تشکر میکنم از همکاری بسیار بسیار خوبمان برای نشر این کلیپ بسیار مقبول خب دوستای عزیز با موضوع زمینه ها و عوامل قیام ابو عبدالله الحسین در خدمت شما هستیم ما نمبر واتساپ برنامه رو برایتون بخونش بگیرم مثبت 964780255413 انتقاد پیشنهاد و هر گفی که داریم برای بهتر شدن برنامه به این نمبر واتساپ ارسال کنید ما حتما نظرات و پیشنهادات شما را در برنامه خواهیم داشت خب آجاقا در رابطه با عوامل قیام عبدالا گپ نزدیم و سوال مطرح شد که که آیا حکومت چیزهای اشکالاتی که در دا حکومت داشت باعث قیام شد یک بین گبایتان در رابطه با این صحبت کردیم که وقتی که عبدالا نزدیکی کربلا شد به کربلا رسید گفتن ان الله راجون ان الله و ان الله راجون ان الله ان الله انا... ببخشین بله و این بر من این ایجاد شد که آیا ابو عبد الله الحسین از قیام خود اطلاع داشت و این قیام از پیش این شده بود یا که نه فقط همین عوامل باعث شد که که قیام انجام شود هر دو بخش دخالت داره من این سوال رو مطرح کردم که مثلا حالا من و شما خود را به عنوان یک مسلمان اگر در جای ابی عبدالله حسین علیه الصلاه و قرار بدیم که البته کار کار پیچیده و سختیه خب از طرفی دستور به ما رسیده که ولات القبیدیکم الا تهلکه اجازه ندی که خودت به حلاکت بیفتی به خودت چنین حقی را نداری و چنین اجازه ای را نداری خب تا کجا تا کجا چنین اجازه ای نداری ممکن ممکنه بعضی جاها درست با وجودی که میدانی به کشتن میفتی اما باید حرکتی بکنی آه. مثل چی؟ مثلا میبینی جان ده نفر به خطر افتاده و تو اگر بری جان او ده نفر نجات بدی ممکنه خودت از بین بری بله. خب، اینجا باید بری باید حرکت بکنی یا مثلا جان امام در خطر افتاد مثل قضایایی که یاران عبی عبدالله حادثه عظیم رو ایجاد کردن قضیه عبا عبدالله الحسین علیه صلاة و سلام یک وقت هست که آیا نسبت به این قضیه علم خدا و علم خود امام و حتی روایاتی که اشاره میکنه بوده و این قضیه اتفاق قطعا می افتاده یک و دوم این که آیا عواملم دخیل بوده پاسخ اینه که هر دو من یک مثال براتان بزنم اولین روزخان ابی عبدالله الحسین علیه السلام کی بود؟ اولین روزخان ابی عبدالله الحسین حضرت جبرائیل امین علیه السلام بود و اولین گریه کنه بر ابی عبدالله حسین که بود طبق روایاتی که شیعه و سنی نقل میکنه اولین گریه کنه بر حسین ابن علی حضرت آدم ابوالبشر علا نبینا و آلیه و علیه السلام یعنی با خلقت بشر و بشریت روزه بر ابی عبدالله حسین علیه السلام بود داد مظلومی تو ملک جهان را پر کرد حالا ملک جهان یعنی حتی فراتر از فراتر از ساعت فراتر از زمان داد مظلومی تو ملک جهان را پر کرد عالمی نیست که با یاد غمت در هم نیست خب چرا پس ابی عبدالله با اینی که اطلاع داشت حرکت کرد دو تا قضیه در حرکت ابی عبدالله اثر گذاشت عواملی که داریم بررسی میکنیم بله. و این عوامل قضیه را به،, 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 ظاهر رساند و به نمود رساند و دوم این که اون رسالتی که خود عبی عبدالله داشت که باز همون عوامل در این رسالت دخیل بود با اینی که حسین سلام الله علیه میداند این حرکت بدون بازگشت است حرکت می کند چرا؟ اینجا دیگه ولا تلقو به ایدیکم الات نیست چون ایمان در خطره چون دین در خطره لذا در یک روایتی که منصوب به ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه هست که نمیتونه جز عوامل باشه فرمود که اگر دین جدم مستقر نمیشه و مقاومت ایجاد نمیتونه و در خودش ثبات ایجاد نمیتونه الا به قتلی فیاسوی و خزینی. پس ای شمشیرها من حسین را دریابید در یابید بعضی ها گفتن حالا کلام از حسین ابن علی نیست ولی و زبان قال نباشه زبان حال هست یعنی حرکت کرد ابی عبدالله به استقبال مرکه یک مت... گپ دیگه مطرح شد اینکه که گفتین که ابو عبدالله سعی کرد که مردم سهلنگار شده آیا قیام و شهادت ابا عبدالله تأثیری در سهلنگاری مردم داشته یا نه؟ امروز ما هر چی میبینیم از برکت حسین ابن علی علیه السلام و السلام است چه در زمان بعد از شهادت ابی الله سلام الله علیه و چه به امروزی که الان من و شما اینجا نشستیم بینندگان با کرامتی که خصوصا در افغانستان عزیز شنونده و بیننده این تلویزیون ارزشی هادی سلام الله علیه هستن اینها همه امروز و در این شرایط اوج معاشقه با حسین ابن علی را به نمایش میگذارن اوجش و یک بگم در پاسخ سوال شما جناب آقای مشتبه عزیز اعتقاد بنده اینه با تمام وجود میگم با تمام وجود میگم هر محرم حضرت ابا عبدالله الحسین هر محرم هر محرم و هر آشورا یک تولد مجدد منوتوست یک تولد مجدد نظرم همیشه به دانشجوهای خودم میگم اما مواظب باشید محرم یعنی حضور در خیمه حسین زمان حضرت بقیت الله العظم ما یاد گرفتیم پس تأثیرات بله سهلنگاری های مسلمان ها زیاد بود و آتش میزنه انسان را که فقط هفتاد و دو نفر ماندن اما امروز میلیون ها نفر هست و هر محرم دقت کردید تازه تر میشه من, من نمیدونم چه جمله ای زیباتر از این میتونه باشه که نشانگر این باشه که انقلاب عبی عبدالله سهلنگاری ها را دور کرد به. به. پس این شیوع گناه در او زمان بوده که باعث شده این سهل ها به وجود به... امام حسین می در جامعه سعی میکنه که گناه وجود داره و این گناه باعث سهل انگاری میشه و یک از عوامل قیام و قیام عوامل میشه دقیقا یکی دیگر از عوامل قیام ابی عبدالله الحسین علیه السلام شما نگ... اشاره کردی بحث شیوع در گناه همه یک اشاره و یک مطلبی رو بیان بکنه ببینید امیر المؤمنین علیه آلاف و تهیت و سنا در چهار و نیم سال خلافتی که داشت و حکومتی که داشت یک گیر حکومت امیر المؤمنین این بود که مردم جایز محور تربیت شده بودند. نه مسئولیت محور و این فریاد امیر المؤمنین را بلند میکرد حتی در جاهای ممکن بود به اینها ظلم و ستمی بشه حرکت نمی کردن برای از بین بردن ظلم نامه می به مرکز و حکومت امام علی که یا امیر المؤمنین بیا ما را نجات بده حضرت فریادش بلند میشد چرا خود شما حرکت نمی کنین. این قضیه در زمان امام حسن به اوج خود رسید که ما دیدیم بیدادهایی که صورت گرفت حتی جانماز را از زیر پای حضرت امام مشتبا علیه السلام کشیدن, کشیدن و در زمان حسین ابن علی جناب مشتبه این به اوج خود رسید به اوج خود رسید میخوام بگم شاید اگر ما به دقت در عوامل قیام عبی عبدالله توجه بکنیم شاید یکی از مهمترین عوامل قیام عبی عبدالله مبارزه بکنه مبارزه با سهلنگاری بود مبارزه با کجروی ها بود ان شاء امام عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف ظهور بکنه حتی ما این هشدار امروز هم ما متاسفانه داریم ما در بعضی از روایات داریم که ابی عبدالله حضرت بقیۃ الله الاعظم روحی له الفدا وقتی ظهور کرد همه میگن که مهدی آخر الزمان دین جدید آورده مم. دین جدید نیاورده دینی که ما داریم به اعوجاج داره میره دینی که ما داریم به سرمنزل بدعت ها و انحرافات میره وقتی اصالت رو حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا آوردن و میارن مردم تعجب میکنند نزا پیوند عجیبی میان انقلاب حسین ابن علی علیه السلام و سلام که به دلیل مبارزه با گناه مطرح شد و جریان انقلاب حضرت بقیت الله العظم که بل به دلیل مبارزه با گناه الله رخ خواهد داد این پیوند را ما چند روز بعد میبینیم در جریان اربعین این, این, این اتحاد بین وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم و حسین ابن علی که در اولین پیام خودش وقتی که تکیه بر خانه خدا می کند از جد غریبش حسین ابن علی فریاد میزند بین همه اهل البیت یعنی من در همان مسیر در حرکت عین طالب و به دم مقتول بکرد پس عامل دیگری که شما کمک کردین اشاره بشه جلوگیری است گناه اگر که قیام امام حسین شکل نمی گرفت و شهادت امام حسین رخ نمی داد آیا دین دین در خطر بود آیا این دین امکان داشت که از این چیزی که که امروز هم هست بتر شود اینجا بسیار بحث دقیق است من میدانم چند دقیقه وقت داره دو سه دقیقه بخیال خب وقت داره دیگه ای را هم به عنوان پس بگوییم هم به دو دقیقه وقت داریم هم آخرین عاملی که میشه مطرح کرد آقا ساده بگم دین از مسیر خودش رفته بود دینی که پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم بلال حبشی کنار خود قرار داد سلمان فارسی کنار خود قرار داد اما یک باره وقتی که مسلمان ها به خود آمدند به سمت اشراف گرایی به سمت خانواده و گرایی حرکت کرد حتی کار به جایی رسید که بنی امیه به عمد آمد افرادی که شاعر بودند از اقوام مختلف را پیسه داد و به اینها گفت بر علیه قبیله دیگه شعر بگین خب اطلاع دارین که شعر در او زمان جزء ارکان تشکیل یک مجموعه در دنیای عرب بود اینها رو بنی امیه به جان هم انداخ انفاق ایجاد میکرد بله حقیقتا اختلافات به وجود آورد و اختلافات امت دین رو متلاشی میکرد انقلاب حسین ابن علی علیه السلام, و السلام شما نگاه بکنید حتی در میان هفتاد دو, دو تن افرادی را ما میبینیم از فرقه های مختلف جون یکی از زیباترین یاران عبی عبدالله است که غلام عبازر است که خواست نشان بده و وقتی آمد وارد میدان شد دیگه رجز نخوان صدا زد امیر حسین و نعم الامیر این جریان باعث شد که ابی عبدالله او دینی که به کج رفته بود را دوباره دوباره ایجاد کنه. تشکر از صحبت های بسیار بسیار مقبولتان امیدوار هستم که بینندگان عزیز تا اینجای برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه و در شب ها و روزها ما را از دعای خیر خود فراموش نکنید شما را تا برنامه دیگر به وقتی بیداری دیگر به خداوند و خداوند بزرگ و منان نسبارم خدا نگه